میخوام با دکتر هوبان راجع به آلرژی صحبت کنم. میدونم که چند نوع آلرژی هستش که آدم ها میخورن یه غذایی بعدش ریاکشن دارن. آره. مثلا پینات بخورن یا توت فرنگی باد میکنن. بادنجون، گوجه فرنگی، تخم مرغ. ولی میدونم شما تو کتابتون در مورد یه آلرژی دیگه گفتین. آره. ببین یک اون آلرژی که گفتی درسته. بله. یه آلرژی هستش که تا غذا میخوری، یه نوع غذاها رو میخوری، فوری بدنمون شروع میکنه ریاکشن دادن. بله. که خب هم راجبش میدونم، بعدم خب اونایی که آلرژی داریم بهش نباید بخوریم به اون نوع غذا. خیلی باید توجه بکنیم. اگر یه موقعی مثلا سردرد میگیریم یا حالمون بد میشه یا فرض کن مثلا ناراحتیای آرتروز میگیریم، ولی میرن تست آرتروز میکنن میگن نه شما آرتروز ندارید. بله. ولی واقعا ناراحتی آرتروز یا خیلی از علائم خیلی از بیماری ها رو از خودمون بروز میدیم، ولی وقتی که تست میکنم نه بیماری نداره. اینا خیلیش به خاطر اون آلرژی های غذایی هستش که باید مطالعه بشه ببینه چه خبره و تستایی هم هستش که میتونن انجام بدن. ولی یه راه خیلی راحت میگم برای که میتونه تا یه حد زیادی کمک بکنه، اگه میخواین ببینید غذایی یه غذایی مثلا به شک دارین، ببینید براتون خوبه یا زیاد جالب نیست. یکی از راه‌ها اینه که غذایی که میخواین بخورین رو بذارین توی دهانتون. بله. یه کمی بجوین. اول نبضو اندازه میگیری. بله. پالستون اندازه میگیری. ببین مثلا توی 20 ثانیه چند تا میزنه. یادداشت میکنی. بله. بعد این غذایی که بهش مثلا شک داری میذاری توی دهانت، یک کوچولو میجوی، بعد همونجور تو دهانت مزه مزه زیر زبون میذاری، بعد از مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه نبضتو دوباره تو 20 ثانیه میگیری. بله. اگر این نبض بیشتر از 20% بالا رفته باشه، یک نشونه این هستش که احتمال داره که این غذا زیاد برای شما مناسب نیست. چقدر جالب. اینه واو. که بعضی موقع میبینی یه غذا هست مطمئن نیستی، یه غذا سه بار میخوای، هر سه بار میبینی یه ریاکشنی نشون دادی، میگی خب پس بذار امتحان کنم. این تست البته آزمایشای خونایی هستش که گلوبولای بله. سفید و مقاومتشون رو در مقابل غذاهای مختلف میتونن تست کنن. بهش میگن سایتو تاکسیک تست. خب ولی این یه تستی که تو خونه میتونین انجام بدین. بله. آره. با چقدرم خوبه برای مادرایی که میخوان ببینن اگه بچه‌شون یه حساسیت داشته باشه. دقیقاً. آیا دیلی آلرژی نه اون آلرژی بله. های. بله. بله. اینه که یه راه خوبیه. خیلی. خب مرسی دکتر. مرسی از شما. مرسی از شما. هر موقع با شما هستم اصلا بیشتر و بیشتر یاد میگیرم. فارسی هم داره هر روز بهتر میشه. با کمک شما. مرسی.